امیر عباس هویدا که بود؟ چرا هویدا در 22 بهمن هفت فرار نکرد و در ایران ماند؟ آیا صادق خلخالی حکم هویدا را زودتر از رسیدن وکیلش صادر کرد؟ و آیا هویدا در بهش زهرا دفن شده است؟ امیر عباس هویدا نخست وزیر 13 سال ایران در دوره پهلوی بود که پس از انقلاب با شلیک گلوله به گردن و جمجمه کشته شد. امیر عباس ممدوح سال 1285 در چهارای سید علی تهران در خانواده متمول و سرشناس به دنیا آمد و بعدها فامیلی خود را به هویدا تغییر داد. او دو ساله بود که پدرش به عنوان سرکنسول ایران در دمشق منصوب شد و خانوادگی به آنجا رفتند. پدر هویدا حبیب الله این الملک بود که به عنوان سفیر ایران در لبنان و عربستان خدمت میکرد. امیراباس تحصیلات ابتدایی خود را در دمشق آغاز کرد و پس از اینکه پدرش تصمیم گرفت ادامه کار خود را در بیروت انجام دهد در مدرسه فرانسوی آنجا به ادامه تحصیلات پرداخت. امیراباس در اواخر تحصیل خود به اروپا رفت و سالها در انگلستان و بلژیک و فرانسه زندگی کرد. او پس از اتمام تحصیلات خود در رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد بروکسل در سال 1321 به ایران بازگشت و به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و در سمت کارمند اداره دفتر وزارتی مشغول به کار شد و در همین سال برای گذراندن خدمت وظیفه به دانشکده افسری رفت و پس از اتمام دوره یک ساله آن به وزارت خارجه بازگشت و در سمت کارمند اداره اطلاعات مشغول کار شد. یه لحظه سب کن اگه تا اینجا ویدیو همراه ما بودی خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنی و کانال ما رو سابسکرایب کنی حالا بریم سراغ ادامه ویدیو او از طریق آشنایی با عبدالله انتظام و دوستی با حسن علی منصور پله های ترقی را به سرعت طی کرد و در دولت منصور به وزارت دارایی منصوب شد پس از ترور منصور توسط گروه فدایان اسلام اویدا توسط شاه برای نخست وزیری انتخاب شد و به جای منصور بر صندلی صدارت تکیه زد و توانست 13 سال این صندلی را حفظ کند. هویدا شش بهمن سال 1343 کار خود را آغاز کرد و سال 56 آن را تحویل داد و به زندان رفت. از سال 56 تا 57 آموزگار این سمت را قبول کرد. امیراباس اویدا چندی پس از مرگ منصور با خواهرزن او لیلا نظام الدین امامی که نوه دختری حسن وسوق بود ازدواج کرد ولی این ازدواج در اوج اقتدار وی به طلاق انجامید ولی دوستی او و همسرش تا پایان عمر با بود اویدا در زمان نخست وزیری خود توانست ایران را در موقعیت اقتصادی خوبی قرار دهد از جمله تولید خودروی پیکان در سال 1342 که انتخاب خود هویدا نیز پیکان بود و به عنوان وسیله نقدی از آن استفاده میکرد یکی از ایده های هویدا در بحث اقتصادی بود کالاهایی که گران هست را باید تحریم کرد و حتی افرادی را که اجناس گران میفروختند به دادگاه میکشند درباره گفتند هویدا جسارت خاصی در تصمیم های اقتصاد داشت هویدا توانست تولید ناخالص کشور را به طور قابل توجهی افزایش دهد به طوری که در سال 55 تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند سعودی از 44 هزار میلیارد ریال به 242 هزار میلیارد ریال رسید. در این دوره تولید سرانه هر ایرانی نیز از 2 میلیون ریال به 7.2 دهم میلیون ریال در سال 55 رسید. طی 17 سال تولید سرانه کشور 36 دهم برابر شد. قیمت نفت در آستانه دهه 50 به اوج رسید و این مسئله تاثیر زیادی در اقتصاد ایران داشت. در دوره هویدا تولید روزانه نفت ایران از 635 هزار بشکه در سال 1328 به 6 میلیون بشکه در سال 52 رسید. به این ترتیب میزان درآمد حاصل از فروش نفت از روزانه 1000 دلار در سال 47 به درآمد روزانه 20700 دلار در سال 55 رسید. هویدا در زمان نخست وزیری خود با مشکلات عدیده ای روبرو شد. یکی از این مشکلات بحث بودجه بود. در آن زمان تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی کشور در سال 57 فقط 1500 واحد بود. در حالی است که در همین سال ایران دارای 452 شهر و بیش از 92 هزار روستا بود. همچنین در بحث مسکن از مجموع 33 میلیون و هزار نفر جمعیت کشور، 1 میلیون و 77 هزار نفر در کپر زندگی می کردن. هویدا در 16 مرداد 56 از نخست وزیری برکنار شد و در کابینه جمشید آموزگار به عنوان وزیر دربار منصوب شد. اما هفته همه شهریور 57 از وزارت دربار استفا کرد. درباره دلیل استفای او گفتند که دیگر امیدی به بقای حکومت پهلوی نداشته و استفای خود را تقدیم کرد. دقیقا دو ماه پس از استفای هویدا در جلسه که در هفته آبان در دربار برگزار شد محمد رضا پهلوی از درخواست مشاوران برای بازداشت هویدا خبر می ده. این درخواست به رأی گذاشته می شود و با رأی اکثریت امیر عباس هویدا و نعمت الله نصیری رئیس پیشین سواک بازداشت می شود. در 22 بهمن 57 ارتش اعلام بیطرفی می کند. نگهبانان فرار می اما گفته شده برای کمک به هویدا کلید یک اتومبیل و یک هفتیر به او میدهند اما هویدا نمیپذیرد و میگوید خود را تسلیم مقام های دولت جدید میکند امیر اباس هویدا پس از فرار نگهبانها از پادگان از زندان بیرون آمد و به منزل آیت الله طالقانی تلفن میزند و خود را تسلیم میکند امیر اباس هویدا در دادگاهی به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم میشود اما گفتند قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس کشته می شود. صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه انقلاب که هویدا را محاکمه می کرد انکار نمی کرد که او را در غیاب شاه و در واقع به جای شاه و به عنوان نماد حکومت سلطنتی محاکمه می کند و انگار محمد پهلوی را در برابر می بیند و هرچه هویدا از خود سلب مسئولیت می کرد و می گفت سیستم مقصر بوده کارگر نیفتد. چرا که ساواک حسب ظاهر زیر نظر نخست وزیری بود کما اینکه کارمندان ساواک خود را کارمند نخست وزیری معرفی میکردند و حتی به وی حکم محاربه با خدا را دادند در غیاب احزاب و دموکراسی و در فاصله سالهای 43 تا 56 مردم حکومت را با سه نفر میشناختند شاه فرح و هویدا پس گذاف نیست اگر گفته شود نخست وزیر 13 ساله به جای آن دو نفر محاکمه شود. هویدا می توانست 22 بهمن فرار کند. همان کاری که داریوش همایون انجام داد اما او اقدام نکرد. شاید او به مهندس بازرگان امید داشت یا به وساطت فرزند امام یا تصور می کرد یک نخست وزیر اجازه نمی دهد. نخست وزیر سابق ولو متعلق به رژیم سرنگون شده اعدام شود. یا نمیدانست باره سرنوشت او حاکم شرع تصمیم میگیرد نه بازرگان نخست وزیر. در زندان هم به امید وکیل فرانسوی خود بود که با وساطت بنی سعد در راه ایران بود. وکیل رسید اما دیر شده بود. به پیغام های برخی از سران خارجی نیز امیدوار بود. ادامه او چنان با حساب گسردهی در خارج از ایران داشت که حتی در فرانسه علیه روزنامه نگار مشهوری شکایت کردند. با این دا که او با تنها مصاحبه خود با هویدا در زندان خاصه یا ناخواسته اعدام هویدا را تصریح کرده و جلو انداخته است به هر ترتیب خلخالی حکم اعدام هویدا را صادر کرد اما حکم نه سهرگاه فردا که همان روز و در واقع همان شب اجرا شد برخی هادی غفاری را متهم کردند که بعد از صدور حکم و قبل از اجرا در همان سرسرا هویدا را کشته اما او خود در دفتر اصر ایران به ما گفت که در دادگاه تنها به عنوان تماشاگر نشسته بود و سمتی نداشته. عباس میلانی هم در کتاب مشهور خود به نام معمای هویدا از فردی به عنوان کریمی و نقفاری به عنوان زننده اولین گلوله نام میبرد. در باره محل دفن وی هم خلخالی و قفاری مدعی بودند که جنازه هویدا به اسرائیل منتقل شده. چون امام تصمیم درباره آن را به خانواده سپرده بود. اما عباس میلانی در کتاب معمای هویدا با دلایل مختلف نشان داده که جنازه با هویت دیگر در بهش زهرا مدفون شده خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا این ویدیو رو لایک کنید و برای دسترسی به محتوای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید